جناب آقای مهدی اصلانی، امروز سومین هفته از جلسه دادگاه حمید نوری از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 داره برگزار میشه. جلسه اول با در حقیقت دفاعیات وکلا شروع شد. وکلا به کتاب‌هایی که در زمینه اعدام‌های سال 67 نوشته شده پرداختن، از جمله کتاب آقای ایرج مستاقی و کتاب شما و همچنین لیست اسامی زندانیان سیاسی که توسط افراد مختلف و سازمان‌های حقوق بشری منتشر شده. وکلا استناد می‌کردن به اینکه یه سری اسامی چون در کتاب‌ها و لیست‌ها متناقض هست، قابل استناد نیستن. اینها نشون میده که این اسامی به هیچ عنوان اعتبار ندارن و حتی تاکید می‌کردن که مشخص نیست این افراد یا سازمان‌های حقوق بشری به چه صورت این اسامی و این لیست‌ها رو تهیه کردن و جمع‌آوری کردن و میگفتن که موکلشون یعنی حمید نوری اساساً منکر اعدام‌های سال 67 هست، میگه که چه اعدام‌هایی صورت نگرفته و چون این لیست‌ها هم مشخص نیست چطور تهیه شده اونها رو نمیپذیره. نظر شما در این باره چه هست؟ چطور ممکنه که به همین راحتی این در حقیقت اسناد رو نادیده گرفت و اونها رو انکار کرد؟ ببینید، اون چه که در وهله اول و نخست به نظر میاد و توی این جلسه امروز شنیده شد، من این رو میشنیدم، آن است که وکلای حمید نوری خیلی دست و بالشون باز نیست و دفاعی که در حقیقت از موکلشون دارن بسیار منفعلانه است، چون انکار کشتار تابستان 67 از جایی که خود مقامات از جمله رئیسی گفته من برای محاکمه و آن اتفاق میبایستی حتی جایزه بگیرم و دیگرانی که یعنی فراوان در این زمینه سند وجود داره، مثلا آیت الله موسوی اردبیلی همون زمان در واقع پرسش کرده از احمد خمینی که این حکم امام شامل شهرستان‌ها و استان‌ها می‌شود یا نمی‌شود، یعنی نوع اعدام‌ها در واقع صحبت کرده. دیگرانی هم از کارورزان اصلی نظام انکار نکردن تابستون کشی و همه کشی 67 رو. وکلای حمید نوری خب من فکر میکنم که خیلی دستشون باز نیست. بعد در مورد لیست، خب مشخصه این لیست تا زمانی که حکومت اسلامی برقراره ما یه لیست در واقع شست رفته و جمع و جوری که بتوان برش تفاهم و توافق کامل داشت قطعا نمیتونیم ما به اون آمار نهایی دست پیدا بکنیم، مثل به همه کشتارهایی که تو طول تاریخ صورت گرفته. تابستون 67 من بارها گفتم، در کتابم نوشتم و جاهای مختلف گفتم، تا زمانی که حکومت اسلامی برقراره در واقع یه پرونده هنوز ناگشوده است، پوچه ایه که به تمامی باز نشده. خب مشخصه که این لیست اسامی و اسامی که توی جاهای مختلف اومده حتما میتونه درش اشکالاتی وجود داشته باشه، تناقضاتی وجود داشته باشه و تا زمانی که حکومت اسلامی هست قطعا به لیست خیلی کامل و موجهی، حتی حکومت هم اگر بیفته باز ما سازوکار کشتارها تو شهرستانها بسیار بسیار در واقع ابهام درش وجود داره، ولی در اینکه کشتار صورت گرفته، قتل عام صورت گرفته که در این تردیدی وجود نداره. اونا میخوان در حقیقت با استناد به این آمار خود قتل و همه کشی رو بگن اساسا وجود نداشته. خب این اساسا زمین خیلی سفتی نیستش که وکلای نوری پاشون رو روش گذاشتن. مسئله دیگه استنادشون به کتاب‌های خاطرات زندانیانی که نوشته شده، از جمله کتاب من که در موردش امروز صحبت شد در دادگاه و کتاب‌های خاطرات بقیه بچه‌ها. خب اونجا مثلا یکی از چیزایی که مطرح کردن و من میشنیدم این بود که این در این کتاب اسم حمید نوری اصلا در کتاب من نیومده و من بعدتر در واقع اسم حمید نوری رو آوردم. خب این مشخصه که من اسم خیلی های دیگر رو نیاوردم. نام نبردن خیلی های دیگر که در کشتار حضور داشتن و موضوعیت داشتن دلیلی بر تبرئه اونها نیستش. نام نوری برای این آورده شده و کم آورده شده به دلیل اینکه ما با یک کسانی سر و کار روزانه داشتیم، مثل داوود لشکری که مکرر تو کتاب من اومده اسمش، مثل ناصریان یا شیخ مقیسه که به عنوان سرپرست زندان، رئیس زندان و دادگار اصلی زندان مدام ما باهاش درگیر بودیم. حمید نوری رو ما هر روز نمی دیدیم،
موارد مشخصی بوده که دیدیم، من اشاره کردم تو بازجوییام اشاره کردم و این رو 21 ژانویه که به شهادت بنشینم حتما در موردش صحبت خواهم کرد. و اساسا اون چه که دفاعیات وکلای نوریه همه بر روی زمین در واقع ناسفتیه که فرو میرن بیشتر درش، این که مثلا مرخصی در واقع استعلاجی گرفته بوده برای ما، بر مبنای مشاهداتمون داریم میگیم. نگهبان‌های عادی زندان که غذا و چای می‌آوردن و می‌بردن در اون ایام در واقع مرخصی‌هاشون لغو شده بود، برای اینکه موقعیت اضطراری بود، موقعیت ویژه‌ای بود، بعد کمک دادیار زندان نمیتونه تو اون زمان اصلا بهش مرخصی داده باشن به خاطر وضع حمل همسرش و برای بچه‌ش و اینها. اینه که این دفاعیات همه نشانگر اینه که وکلا موندن و نمیدونن که چگونه میبایست که از یک قاتل دفاع کرد. خیلی ممنونم از شما آقای مهدی اصلانی.